بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب الحمدلله توفیق داریم که بحثمون رو در مورد دعای جوشن ادامه بدیم و امیدواریم که انشالله در این چند شبی که باقی مونده از ماه مبارک رمضان خداوند متعال به ما توفیق بده که حق ماه رمضان را ادا کنیم انشاءالله و حد اکثر استفاده رو بکنیم. به اینجا رسیدیم که در فراز 15 گفتیم که یا ذل حجت و البرهان، این رو توضیح دادیم، یا ذل عظمت و السلطان، یا ذل رأفت و المستعان، یا ذل عفو و الغفران. ای دارای عظمت و سلطان. سلطان رو قبلا هم توضیح دادیم. سلطان گرچه به معنای پادشاه به کار میره، به معنای مالک به کار میره، اما سلطان به معنای سلطه و تسلط و اقتدار هم هست. و عرض کردم اون دفعه که در فرازهای قبلی که مثلا خداوند می‌فرماد که راجب شیطان انما سلطانه علی الذین یتولونه، تسلط شیطان بر کسانی است که ولایت شیطان را می‌پذیرند، سرپرستی شیطان را می‌پذیرند. یا ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، توی بندگان خدا تسلطی نداری. و همینطور باز داریم که مثلا وقتی که شیطان رو جهنمی ها ملامت میکنن میگه که لا تلومونی لومو انفسکم، منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید. ما کان لی علیکم من سلطان، من بر شما سلطان نداشتم، یعنی بر شما تسلط نداشتم. یا راجب خروج از اقطار سماوات و الارض مثلا داره که لا تنفذون الا بسلطان. پس اینجا به نظر میاد که به این معنا به کار رفته، یا ذل عظمت و سلطان، یعنی دارای عظمت و سلطه. خداوند متعال تنها چیزی است که عظیم هست. اگر هم ما مثلا در قرآن میگیم که انک لعلا خلق عظیم، خداوند متعال به پیغمبر میگه اخلاق تو عظیم هست، اونم به خاطر اینکه اخلاقش اخلاق الهی است و با لطف خداوند متعال اون اخلاق یه اخلاق الهی شده. تخلقوا به اخلاق الله، همه ما باید سعی کنیم که اخلاق الهی رو کسب بکنیم. منتها پیامبر اون رو تا اون مرزهای بالاش کسب کرد و دارای عظمت. یا یه بار عرض کردم، حالا نمیدونم اینجا هم گفتم یا نه، تو بعضی بحثا عرض کردم که ما مثلا طاعاتمون هیچ وقت نمیتونه عظیم باشه، اما گناهمون میتونه عظیم باشه. چرا؟ چون نافرمانی خداست. نافرمانی عظیم عظیم میشه. لذا میگیم در تعقیبات ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم، گناه ما میتونه عظیم باشه. از دست دادن اولیاء خدا، اون هم با ظلم، اون هم میتونه عظیم باشه. مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. اما بیایم توی امور مادی، کل این دنیا، تمام نفت و سرمایه و میدونم معادن طلا و همه چیش رو هم نقدش بکنی میشه متاع قلیل. توجه
خلاصه اولیای خدا رو نمیتونه به خودش جلب بکنه. امیرالمومنین فرمود که دنیای شما در نزد من از حد عندی من عفتت عنزن. اگه کسی امیرالمومنین را بشناسه میفهمه که این کلام درش هیچ مبالغه ای نیست. از اون آبی که از بینی بز میاد بیرون میگه بی ارزش تره برای من. پس عظمت در دستگاه محاسباتی الهی با عظمت توی محاسبات ما فرق میکنه. در اون دستگاه خداوند دارای عظمت است و هر چیزی که الهی باشد، هر چیزی که روحانی باشد، هر چیزی که معنوی باشد، لله باشد، اون میتونه عظمت پیدا بکنه. سلطان هم که به معنای همون تسلط و اقتدار هم که خب مال خداست، چون این عالم کلن مال اوست و اگر هم کسی یک تصرفی میکند به اذن الله تصرف میکند و بسیار هم محدوده. یا ذرعفت والمستعان، ای دارای رعفت، خداوند رؤوف است، بالمؤمنین رؤوف رحیم، خداوند دارای رأفت هست، دارای محبت و خلاصه مهربانی است و مستعان است. حالا این مستعان را اگر به معنای مصدر میمی بگیریم میشه استعانه، وقت باید به معنای باز اسم مفعول بگیریم، یعنی استعانه کردنی، یعنی کسی که از او استعانه میطلبه. اگر هم مستعان رو اسم مفعول بگیریم، چون در ثلاثی مزید مصدر میمی و اسم مفعول و اسم مکان و اینا همه به یک وزن میاد، اگر به معنای اسم مفعول بگیریم یعنی کسی که از او استعانت شده. ایاک نستعین، پس خدا میشه مستعان. اگر استعانه بگیریم وقت میشه ذل استعانه، وقت باید بگیریم اون کسی که از او استعانت میشود، ولی به نظر میاد که همون اسم مفعول بهتره، یعنی ذرعف یا ذرعف و یا ایها المستعان، خداوند مستعان است. یعنی نه اینکه از دیگری یاری طلبی نمیشه، ما که از در و دیوار هر کی ممکنه یاری بطلبیم، اما اون کسی که باید ازش یاری طلبید او خداست، اون کسی که میتونه کمک کنه خداست. لذا میگیم ایاک نستعین که دلالت بر حصر داره، یعنی نباید از کسی دیگه ما طلب یاری بکنیم الا اینکه توجه داشته باشیم که در ظل یاری الهی اینها ابزارهایی هستن که ممکنه ما از این ابزارها استفاده کنیم، درخواست کمک بکنیم، مراجعه بهشون کنیم، ولی ثمرش در اونجا ظاهر میشه که قدرت رو از خدا میدونیم و هیچ وقت حاضر نمیشیم که خدا رو ناراضی کنیم برای اینکه این طرفی که فکر میکنیم کاری هست اینو راضی بکنیم. یا ذا العف والغفران، ای کسی که دارای عفو و غفران هستی، میبخشی و خلاصه مجازات نمی کنی، که اینم باز قبلا صحبت کردیم راجبش مفصل و چهار نوع مغفرت رو توضیح دادیم. خب الحمدلله میریم فراز 16 هم. یا من هو رب و کل شیء، یا من هو اله و کل شیء، یا من هو خالق و کل شیء، یا من هو صانع و کل شیء، یا من هو قبل کل شیء، یا من هو بعد کل شیء، یا من هو فوق کل شیء، یا من هو عالم بكل شیء، یا من هو قادر على کل شیء، یا من هو یبقا و یفنا کل شیء. خب اینجا باز میبینید یک ریتم واحدی داره و اون کل شیء همش تکرار میشه و در واقع به یک رابطه بین خدا و کل عالم اشاره میکنه. خداوند متعال یک طرف رابطه است نسبت و کل موجودات یه نسبته، هیچ کی رو نمیتونی بشیم طرف خدا تو این معادله، تو این نسبت خدا هست
و همه چیز دیگه اون طرفه. شرک اصلا جایی نداره. لا تدعو مع الله احدا، کسی را نمیشه با خدا خواند و صدا زد و هم عرض خدا تصور کرد و به هیچ وجه. حالا برای اینکه این مسئله توحید خوب روشن بشه، به چند نمونه از این ابعاد توحید اشاره شده. یک، توحید ربوبی، او رب همه چیز است، صاحب اختیار همه چیزه، بنابراین همه میشن مربوب، همه تحت اختیار او هستند. هیچ کدوم دیگه نمیتونن بگن من رب شماها هستم، خدا رب منه، من رب شما هستم. نه، همه تحت ربوبیت خداوند هستن. حالا دیگران ممکنه مثلا در مراتبی تأثیرگذار باشن بر دیگری، اما نمیتونن بگن من رب شما هستم. رب ما فقط خداوند متعال. دو، یا من هو اله کل شی، این میشه توحید در عبادت، چون اله یعنی معلوه، یعنی اون چیزی که عبادت شدنی است، یعنی سزاوار عبادته. غیر از خدا هیچ چیزی سزاوار عبادت نیست. و حتی بالاترین، مقربترین، نزدیکترین بندگان خدا به خدا هم کسی بخواد ذره‌ای الوهیت براشون در نظر بگیره غلطه. هیچ جایی ما نداریم برای عبودیت برای غیر خداوند متعال. سوم، توحید در خالقیت. خالقیت با ربوبیت فرق داره، گرچه به هم پیوند داره. او آفریده، ولی اگر شما آفریدن را خوب توجه کنید و بدونیم که آفریدن یک رابطه مستمر، خلق مستمر، اینجوری نیست که خدا بیافریند و رها کند یا بیافریند و تدبیر کند، نه، آن به آن داره آفرینش میشه. و لذا کسی که اینطوری داره آن به آن میآفرینه و تمام جوانب و شؤون ما را میآفرینه، بنابراین او طبیعی هست که ربم میشه. اصلا غیر از اون خالق کسی نمیتونه رب باشه، چون باید هر چیز رو ایجاد بکنه برای ما. یا من هو صانع کل شی، خب خالق با صانع با هم دیگه تقریبا هم معناست، صنع و خلق تقریبا به یک معناست. حالا صانع گاهی به معنای مثلا اون کسی که صورت اشیا رو به اونها میبخشه ممکنه کسی به کار ببره، ولی تقریبا به یک معنا هست. ممکنه کسی بخواد مثلا خلق را به اون خلق از عدم بیاره، صنع را بخواد روی تحولات و تغییرات بعدی که ایجاد میشه بیاره. به هر حال توحید در خالقیت. بعد خداوند متعال چون اول و آخره، بنابراین قبل از همه چیزه، یعنی ما قبل از خداوند متعال چیزی نداره، نه قبل زمانی، چون مثلا خدا که زمان نداره، نه قبل به لحاظ رتبه، هیچ چیزی قبل از خدا نیست و هیچ چیزی هم بعد خدا نیست. خدا بعد از همه چیزه چون آخره، هیچ چیزی نمیمونه بعد از خداوند متعال که مثلا بگیم خدا که تمام شد بعد اون هنوز هست یا مثلا بالاتر از خداست، چنین بعدیتی هم نداره و بالای همه چیز هست، یعنی به لحاظ حرم هستی، حرم کمالات، به لحاظ وجود بسنجید، به لحاظ قدرت بسنجید، به لحاظ حیات بسنجید، به لحاظ محبت بسنجید، هرچی هست از اون اوج حرم داره به سمت پایین میاد، پس او فوق همه چیز هست و عالم به همه چیز هست، چون اصلا همه چیز به اراده او وصله و به علم او وصله. اصلا اگر چیزی معلوم نباشه موجود نیست، چیزی که معلوم او نباشه مراد او نیست و چیزی که مراد او نباشه موجود نمیتونه باشه. او قدرت بر هر چیزی دارد، چیزم یعنی چیزی که ممکن باشه، هر چیزی که ممکن باشه، چیزی که متناقض باشه، محال باشه، که اصلا چیز نیست.
یا من هو یبقا و یفنا کل شی، او باقی میماند و همه چیز فانی میشه. البته اینکه میگیم همه چیز فانی میشه در مادیات و دنیوی، امور دنیوی که خب از بین میرن، امور مجرد هم ممکنه از بین نرند، اما باز بقایشون بالله، یعنی فناء به ذات دارن، به این معنا که یعنی فی نفسه فانی هن، به خاطر خدا باقی مونن. مثلا ما معتقدیم که روح دیگه از بین نمیره، روح انسان وقتی آفریده شد دیگه از بین نمیره. پیغمبر اکرم در حدیثی که نقل شده فرمودند که خلقتم للبقا، شما برای بقا آفریده شدید. یا فرشته ها مثلا اینا باقی هستند، اما باز این بقایشون به سبب خداونده، والا فی نفس فانی هستند. پس یا من هو یبقا و یفنا کل شیء، اگر کل شیء مادی باشه که مثلا میگیم کل من علیها فان، که هر چیزی روی زمینه فانیه، خب این که مشخصه. اما اگر حتی شیء را شامل مجرداتی هم بگیریم که حیاتشون ادامه داره، باز بقایشون به خداست و خداوند متعال هست که به هیچ وجه فانی نمیشه، یعنی ذاتاً بقا داره. خب این الحمدلله شد خلاصه ای از توضیحات راجع به فراز 16 ام. انشاءالله خداوند توفیق بده فراز 17 ام رو میزنیم برای فردا شب. الحمدلله رب العالمین. خواهش مرد. اگه دوستان کسی سوالی داره در خدمت الان هست. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. حال شما چطوره؟ ممنون. سلامت باشید. خدا حفظ. خدا شما رو حفظ کنه ان شاء الله. دو تا سوال به ذهن اومدش. سوال اول در مورد معنای رب و ربوبیت بودش. میکنم در جای خونده بودم در تفسیر رب العالمین، ربوبیت به معنای نرچرینگ یعنی گاید کردن و ریسپانسیبل بودن برای تمام امور آپبرینگینگ یک شیء و اون به سمت کمال باشه. اینو میخواستم اگه تصدیحی لازم هستش بفرمایید. سوال اول. و سوال دوم در مورد یه مسئله کلی تره که مدتی تو ذهنم هستش، در مورد صفات الهی. برعروض که انسان باید، ما گفتیم بالاخره خدا رو از روی صفاتش میشناسیم، از روی آثارش میشناسیم و اینا، و اون شعری هم که خوندین که ما به هر حال حقیقت صفات خدا رو نمیتونیم درک بکنیم، ولی اون مثلا یک علم میگیم، یک مفهومی از علم تو ذهنم میاد، میفهمیم تقریبا علم یعنی چی، عالم یعنی چی، با اینکه مطلق خدا رو نمیتونیم بفهمیم. سوالم این بودش، اگر خدا خلاصه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و وجودش بسیط الحقیقه هستش، یعنی اول و آخرش یکیه، ظاهر و باطنش یکیه، چطور میشه انسان بخشی از مثلا علم خدا رو فهمید، بخشی از قدرت خدا رو فهمید؟ اگر اول و آخرش یکیه و بسیط الحقیقه هستش، یا میفهمی یا نمیفهمی؟ چطور پس اون شعری که شما و آقای جوادی اینا میخونن که آب دریا را گر نتوان چشید، این چطور میشه که مثلا اینا تشکیکی هستش مثل وجود و این بینی چطور؟ فکر کنم امیدوارم که تونسته باشم اشکالم اون رسیده باشم. خیلی خیلی ممنون. خواهش. ببینید یک اشتباهی گاهی میکنند، فکر میکنند که رب از ریشه ربی است و فکر میکنند که رب مسئول تربیت و مربی و بار آوردن و اینهاست، در صورتی که رب از ربب است نه از ربیه. رب به معنای مربی و بار آورنده و اینا نیست. رب یعنی صاحب اختیار. به خانوم خونه میگن ربت الدار،
یا اون حضرت عبدالمطلب گفت انا رب الابل، من صاحب اختیار این ابل هستم. پس ربوبیت الهی یعنی اینکه خداوند صاحب اختیار ماست. البته چون صاحب اختیار ما هست، هدایت و تربیت ما رو هم انجام میده، ولی اون ربطی به کلمه ربابه نداره. ولی تو یه سری کتاب ها مثلا این رو اینجوری میارن. راجع به اون سوال دوم هم اگه سوال درست فهمیده باشم، درسته که خداوند متعال بسیط است، اما همونطور که مفاهیمی که برای صفات به کار میبریم با هم دیگه تفاوت داره، خود هر کدوم از اون صفات هم به امور کثیری تعلق میگیره. درسته خدا علمش یه چیزه و علمش هم با قدرتش یه چیزه، همشون هم با ذات یه چیزه، اما علم او به اعتبار اون معلومات، یعنی اون چیزهایی که بهش تعلق میگیره، درش قابل تفکیک هست. مثلا علم خدا به خودش با علم خدا به مخلوقات با هم فرق میکنه. علم خدا در مخلوقات باز علمش مثلا فرض کن به فرشته ها، علمش به پیغمبر ها، علمش به انسان ها، علمش به نباتات، علمش به خلاصه هر موضوعی به اعتبار معلوم فرق میکنه، با اینکه در خداوند متعال علوم متعدد وجود نداره، کما اینکه حتی علمش هم با قدرتش متعدد نیست. اما این قابل تحلیل ذهنی ما هست که ما میایم میگیم که یک علمه اما کشف تفصیلی داره، یعنی به مکشوفات مختلف و متعددی تعلق گرفته. مثل این میمونه که مثلا شما یک پازلی رو اگر در نظر بگیرید که مثلا 500 تا تیکه داره، شما میتونید به این پازل همزمان نگاه بکنید و یک چیز ببینید، در این حال وقتی که تحلیلم بخواید بکنید و دقیق بشید میتونید این را جز جز هم بکنید. اما اگر جز جز بکنید، اون تصویر کلی بازم هنوز هست، از بین نمیره. حالا گاهی ممکنه اصلا یک قاب عکسی باشه که اصلا حالت پازل هم نیست که تیکه تیکه باشه، اصلا یه تیکه باشه، باز شما میتونید مثل پازل اون را خوردش بکنید و در نظر بگیرید. این میشه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. این رو میشه گفت صفات الهی مثل وجود تشکیکی هم هست؟ صفات بستگی چه نوع صفاتی بگه؟ صفاتی که مثلا مربوط به ذات الهی باشه بله، اما مثلا اینکه صفات سلبیه، مثلا خدا جسم نداره، این دیگه تشکیک نداره. اما مثلا علم تشکیک داره، بالاترین مرتبهشو خدا داره، مرتبه مطلقشو خدا داره، اگه منظورتون اینه. مراتب مادونش پایینترش ممکنه در ما یافت بشه، در فرشته ها یافت بشه، اما خدا اون همیشه اون مرتبه کاملش را داره. اون مرتبه کاملش آیا encompassing مراحل مادونش نیستش؟ نه ببینید، یعنی هر چیزی که تو پایینی ها هستن از اون مطلقه میاد به این معنا، اما اینجوری نیست که خدا اون مراحل ضعیف رو داشته باشه، چون این ضعیف ها چیزی ندارن. ضعیف ها مرز خورده و حد خورده اون کامله هستن. خب اون خودش کاملش رو داره دیگه. یعنی اگه ما بخوایم بگیم مثل این میمونه، مثلا بگیم خدا زید و عمرو بکر هم هست، چون زید و عمرو بکر هرچی از خود میگیم، شما منظورت از زید و عمرو بکر، زید و عمرو بکر با این خصوصیات و محدودیتاشون و ایناست، خب این که به خدا ربطی داره. اگه منظورت اینه که آنچه در اونها از کمال وجود داره از خدا هست و صرف نظر کنیم از محدود بودنشون، بله. لذا اون که گفت مثلا تحت جبه من غیر از خدا نیست، باید بگیم منظور شما چی چیه. اگه منظورت همین انسان محدودی که میره زیر جبه، خب خدا که زیر جبه نمیاد. اگه منظورت اون کمالات با صرف نظر از محدودیت هاست، بله، ولی خب چرا میگی تحت جبه؟ این در واقع یک اشکال در تعبیره. خدا شما رو حفظ بکنه انشالله. خیلی من خیلی احسنتون، خیلی استفاده کردیم.